با سلام و درود شما بیننده مجموعه خبری امروز سیشن به 23 مقرب سال 1400 خوشیدی از خامه پرس هستید نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید که قرار است سازمان ملل دومین نشست نمایندگان ویژه را درباره افغانستان برگزار کند زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان بر روز دوشنبه به خبرگزاری تاس گفته که سازمان ملل در آینده نزدیک نشست با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان برگزار خواهد کرد کابلوف همچنان گفته است که آنها در حال برنامه‌ریزی رویدادهای متعدد بین‌المللی درباره افغانستان هستند کابلوف در این گفتگو اما در رابطه به مکان و زمان دقیق برگزاری این نشست چیزی نگفته است نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان بر روزهای 11 و 12 سال در دوحه برگزار شد هرچند آن نشست پشت دروازه های بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار شد اما سخنگوی سازمان ملل قبل از آن گفته بود که موضوع بحث در این نشست شکل دادن و اجماع نظر کشورها در مورد چالش های مربوط به افغانستان است کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سیاست بایدن در قبال افغانستان را بررسی می کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد که قرار است جلسه استماعی را با موضوع بررسی سیاست دولت بایدن در قبال افغانستان از زمان خروج ایالات متحده از این کشور برگزار کند. جان سپکو و بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در این نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت میدهد سیگار که هر سه ماه یک بار نتایج بررسی هایش در رابطه با بودجه که آمریکا در افغانستان هزینه می کند را و کنگره ایالات متحده گزارش می دهد به تازگی اعلام کرده که آمریکا در دو سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. روند اخراج اجباری مهاجران افغان از دو کشور همسایه افغانستان شدت یافته است به گزارش رسانه های پاکستانی این کشور برای تسریع روند اخراج مهاجران و پناهجویان فاقد اسناد قانونی سه گذرگاه جدید با افغانستان ایجاد کرده است به گزارش اکسپرس تریبیون جان اچکزی وزیر اطلاعات دولت موقت ایالتی پاکستان به روز دوشنبه اعلام کرد که گذرگاه های جدید در ایالات بلوچستان علاوه بر گذرگاه اصلی چمن ایجاد شده است این مقام پاکستان گفته است که گذرگاه چمن مملو از پناهجویان افغان است که به دنبال بازگشت داوطلبانه به افغانستان بودند پاکستان تصمیم دارد که یک هشاری هفت میلیون شهروند افغان را که فاقد مدارک قانونی اقامت از این کشور اخراج کند. روند که از آغاز مایجاری میلادی شدت یافته و در طول دو هفته هزاران مهاجر افغان از این کشور اخراج شدند. همزمان مقام های ایران نیز اخراج مهاجران غیر افغان را شدت بخشیده و از ورود غیر مهاجران جلوگیری می کند با گزارش ایرنا در نیمه نخست سال جاری نزدیک به 328 هزار مهاجر افغان که به صورت غیر در این کشور حضور داشتن به با افغانستان بازگردانده شدند مجید شجاع فرمانده مرزبانی ولایت خراسان ایران به روز دوشنبه گفته است که طی 9 روز گذشته 21407 شهروند افغانستان که به گونه غیر قانونی وارد ایران شده بودند به با کشورشان بازگردانده شدند این مقام ایرانی گفته که ادبای کشورهای خارجی باید از طریق دروازه های رسمی و با قانونی وارد کشور شوند در غیر این صورت برخورد قاطع با آنها صورت میگیرد در همین حال وزیر امور داخلی دولت موقت پاکستان در مورد روند اخراج پناهجویان افغان گفته که تاکنون نزدیک به 300 هزار مهاجر غیر قانونی پاکستان را ترک کردند سرفراز بوکتی وزیر امور داخلی موقت پاکستان به روز دوشنبه در مجلس سنا این کشور گفته که تنها 8000 هزار نفر از سوی دولت این کشور اخراج شده و بقیه مهاجران به گونه داوطلبانه این کشور را ترک کردند بوکتی همچنان گزارش های مبنی بر بدرفتاری نیروهای امنیتی این کشور با مهاجران افغان را تکذیب کرده و گفته است مهاجران افغان دارای کارت مهاجرت اخراج نمی شوند. وزیر داخلی موقت پاکستان در دفاع از اخراج پناهجویان گفته است که بر اساس قانون کشور ادبای خارجی غیر قانونی باید دستگیر و زندانی شوند پرونده بسته شود و آنها از کشور خارج شوند او گفته که دولت مهاجران را پس از بازداشت در مراکز موقت نگه می دارد و پس از دو یا سه شب به با کشورشان بازگردانده می پرچم سازمان ملل در اعضای کارمندان کشته شده این سازمان در غزه به حالت نیمه برافراشته درآمد و کارمندان این سازمان در سراسر سر جهان به خاطر ادای احترام به این کشته شدگان جنگ در غزه یک دقیقه سکوت کردند پرچم سازمان ملل در اعضای 101 کارمند بشر دوستانه آنروا که از 7 اکتبر به این سو در غزه کشته شدند نیمه افراشته شده است آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از پرسنل سازمان ملل در سراسر جهان دعوت کرد تا با یک دقیقه سکوت در ساعت 9:30 صبح به وقت محلی یاد به خاطره این همکاران سازمان ملل را گرامی بدارند. گوتریش از تلفات بی سابقه جان باختگان ابراز تاسف کرد و از کسانی که در خط مقدم به بحران انسانی حضور داشتند قدردانی کرده است دبیر کل سازمان ملل گفته که بیشتر از هر دوره مشابه در تاریخ سازمان ملل امدادگران این سازمان در غذا کشته شدند گوتریش همچنان در گفتگو با سینن از کشته شدن 101 کارمند این سازمان به آغاز تشدید تنشها بین حماس و اسرائیل خبر داده است سرمنشی سازمان ملل متحد تکید کرده که تعداد کارکنان فوتی این سازمان روز به روز در حال افزایش است این بود خبرها ممنونه از توجه شما،